سلام علیکم و رحمت الله. از مردم عزیز کشورمون که از جای جای کشور دعوت کردند برای حضور بنده در انتخابات، برای اجابت دعوت اونها که به اشکال مختلف این دعوت رو تکرار کردند به صحنه آمدند. در کنار مهم بودن امر قوه قضاییه، ما مواجهیم با یک امر اهمی و یک امر دارای اولویتی، اون مسئله قوه مجریه است. معتقدم هیچ بن‌بستی برای اداره امور در کشور وجود ندارد. همه امکانات در این کشور وجود داره، باید یک مدیریت کارآمد و جهادی در این رابطه وجود داشته باشد. بانیان و شرکای وضع موجود نمیتوانند تغییر دهنده وضع موجود باشند. باید کسانی باشند که حقیقتاً به تحول و تغییر عقیده‌مند باشند. از مردم عزیزمون میخوام که در این میدان هر کدوم خانه خودشون رو یک ستاد انتخاباتی بکنن. من نه بنای اون ستادهای انتخاباتی اونچنان دارم و نه امکان مالی دارم که در این رابطه بخوام خرج بکنم. حتما در بستر گام دوم نمیتونه وضعیت کشور و وضعیت معیشتی مردم این باشه که الان ما شاهدش هستیم. ما با همکاری مردم و با همت همگان انشالله دولتی مردمی و با تحول در بخش‌های مختلف اجرایی انشالله ایرانی قوی را انشالله خواهیم داشت. برنامه سیاست خارجی ما، سیاست نظام جمهوری اسلامی، تعامل با همه کشورها به ویژه همسایگان خواهد بود. کسانی که قصد دشمنی با ما را نداشته باشند، ما با همه اونها برنامه‌مون برنامه تعامل خواهد بود، دوستانه، عزتمندانه و مقتدرانه خواهد بود انشاءالله. تمام انتظار من این بود که در این میدان عزیزی غیر از من حضور پیدا کنه، چون من کار بسیار مهمی داشتم و دارم، مأموریتی سنگین. از روز آغازین هم تلاش کردم که این بخش رو برای مردم بخشی امیدوار کننده بسازم. همینطور که به ایام انتخابات نزدیک شدیم، احساس من این شد که این همه درخواست ها که از سراسر کشور میرسه، جامعه نخبگانی و دغدغه مند، به نحوی داره برای من یک مسئولیت جدی ایجاد میکنه که دیگر جای راحت طلبی و عافیت طلبی نیست. من در این قوه کارهای بهدم و کارهای بسیار مهم، اما از این قوه اهمیتش بیشتر حوزه دستگاه اجرایی است. در دستگاه اجرایی است که بسترهای فسادزا اصلاح می شود و فساد از ریشه خشکانده می شود و بسیاری از ناکارآمدی ها اگر به کارآمدی تبدیل بشود، ما ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی را در جامعه نخواهیم داشت. یعنی حل خیلی مسائل در دستگاه اجرایی میتونه مسائل رو در قوه قضاییه بکاهد. لذا ما دستگاه اجرایی رو اهم میدونیم. من هم نه در این حضورم در واقع به دنبال یک پست و مقام و جایگاه قدرتی هستم و اینکه بخوام با این جایگاه و این مسئولیت بخوام بر قدرت خودم بیفزایم. در این رابطه اون چه من قصد کردم انشاءالله برای خداوند متعال پاسخ مثبت دادن به دعوت و خواست مردم و انشاءالله گره‌گشایی از زندگی مردم خواهد. مردم از وضع موجود گله‌مندند، ناراحتند، داره ناامیدی مردم افزون میشه، باید به این وضع خاتمه داد. این نکته اول. و نکته دوم این که حضور بنده با مردم، چون من خودم را از مردم، در مردم، با مردم میدانم و حل مسائل رو هم در گره حضور مردم میدانم، لذا حضور مردم، نخبگان و همه اقشار از هر جناحی خودشونو به یک جناح خاصی اینطور منتسب ندونن، فکر کنن که این قضیه مسئله اداره کشور جناح نمیشناسد، خط نمیشناسد،
گروه سیاسی خاص نمیشناسد. باید یک حرکتی کاملا مردمی، دولتی مردمی برای شکلگیری ایرانی قوی انشاءالله. در انجام وظیفه شکست وجود ندارد. من به شما بگویم عزیز جوانم، کسی که برای انجام وظیفه‌اش در میدان می آید برای او هرگز شکست معنا ندارد. انجام وظیفه در هر حال پیروزی است.